سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. من حسین چگنی هستم و اینجا کولمده. توی این ویدیو میخوایم درباره رشته علوم آزمایشگاهی صحبت بکنیم. یک سری سلسله ویدیوها ما داریم درباره انواع رشته ها و انواع دانشگاه ها. حتما ویدیوهای قبلی و ویدیوهای بعدی رو ببین، کانال رو سابسکرایب بکن، بزن که بریم. خب، رشته علوم آزمایشگاهی برخلاف تصور دیگران رشته خیلی خیلی تمیزیه، چون زمانی که به یه نفر بگی رشته علوم آزمایشگاهی آیا بهش علاقه داری یا نه، یا به کار در آزمایشگاه علاقه داری یا نه، یا اصلا بگی من یه سوال ازت دارم آزمایشگاه توش چی کار میکنن، چیزی که تو ذهن آدم میاد اینه که اینا با مدفوع و ادرار و خون مثلا بیمار و اینها سر کار دارن و رشته کثیفیه. اینطور نیست و توی این ویدیو میخوام بهتون ثابت بکنم اینطور نیست. من سعی میکنم بدون هیچ گونه قرض ورزی درباره رشته صحبت بکنم. ممکنه درباره رشته بد بگم، ممکنه درباره رشته خوب بگم. اگر چیزی میگم صرفاً به خاطر اون فکتیه که وجود داره. یک مجموعه نکات مثبت داره هر رشته، یک سری مجموعه نکات منفی داره و امیدوارم عزیزانی که این رشته رو مطالعه میکنن به من حمله نکنن. مثلا تو ویدیو قبلی در رشته پزشکی من یه چیزی گفتم در سیستم درمان، در اون سیر سیستم درمان، پزشک حکم رئیس رو داره. خیلی گفتن نه، مگه ما به پزشک جواب پس میدیم پرستار؟ اینطور نیست. منظور من این نیست. منظور من اینه که پزشک اوردر میدهد، دیگران اجرا میکنن. این معنی نیست که ما جواب پس بدی. بحث فلسفه سیستم درمانی که پزشک سالاره، مثلا پزشک درخواست میده به علوم آزمایشگاهی فلان آزمایش رو بیاید برای من انجام بدید، اونا انجام میدهند. منظور من اینه. حالا شاید از کلمه درستی استفاده نکردم. به هر حال خیلی میخوام بگم این معرفی رشته ها باعث کژتابی و باعث سوء تفاهم میشه و امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید این مسئله رو. خب، توی رشته علوم آزمایشگاهی شما با رتبه قبول میشی که میتونی رشته های دیگه رو هم انتخاب بکنی توی پیراپزشکی، مثل اتاق عمل، مثل هوشبری، مثل تا حدودی پرستاری های حالا جاهای یکم سطح پایین تر، مثل رشته مثل فوریت پزشکی، بهداشت رو کامل میتونی بزنی. ولی کسی که علوم آزمایشگاهی قبول میشه معمولا دیگه فیزیوتراپی و پزشکی و دندان و دارو رو توی رشته تجربی نمیاره. این رشته نحوه ورودش فقط از رشته تجربی، از کنکور تجربی. ما کاردانی بدون کنکور هم داریم برای علوم آزمایشگاهی، ولی اون علوم آزمایشگاهی نیست. اون اولا کاردانیه، کارشناسی نیست. دوما تعهد خدمت سه برابر داره. سوما هرمزگان و کرمان و حالا طبق پارسال دارم میگم یه سری جاهای منطقه محروم، فقط منظورم کل استان نیست، منطقه محروم های هرمزگان، فقط اونجاها پذیرش دارن و از این بابت خیلی خیلی بده. یعنی 80% فقط کسایی که تو خود اون استانن میتونن انتخاب بکنن. پس روش حساب نکنی و لطفا انتخابش نکنید، رشته خوبی نیستن برخلاف اسمشون. خب، حالا علوم آزمایشگاهی کارشناسی که فقط از تجربه میشه بهش وارد شد و هم دانشگاه آزاد دارش، هم دانشگاه سراسری دارش، هم به صورت شهری پرداز، هم به صورت روزانه. به چه صورته؟ ببینید، شما زمانی که وارد رشته علوم آزمایشگاهی میشید درس هایی که میخونید از رشته مثل پزشکی قاعدتا کمتره، ولی نسبت به رشته های پرستاری و اتاق عمل و هوشبری بالاترین میزان مطالعه رو میطلبه و خیلی خیلی سنگینه. یعنی نمونه منو چک میکنی؟ میدونستین قبل از اینکه علوم آزمایشگاهی ها بیان و آزمایشگاه به وجود بیاد، پزشکان ادرار بیماران رو مزه میکردن تا بفهمن آیا اون بیمار دیابت داره یا نه. ابو علی سینا این کارو میکرد. آره، و وجود علوم آزمایشگاهی باعث شد که نجات پیدا کنه. مرسی. نه، دیابت نه. خب، توی رشته علوم آزمایشگاهی شما درس هایی که دارید خیلی درس های زیادی هستن، ولی نه به اندازه پزشکی، ولی خیلی بیشتر از پرستاری و رشته های دیگه باید درس بخونید. در واقع رشته علوم آزمایشگاهی رشته تئوری محوری است. شما باید بیشتر درس بخونید تا کار عملی بکنید، ولی توی رشته مثل هوشبری، اتاق عمل و پرستاری شما بیشتر باید کار بکنید و کار عملیت قوی باشه. پس رشته علوم آزمایشگاهی تئوریه، درساش درسایی ان که توی رشته مثلا پزشکی اگه یکی بپرسی سخت ترین درس ها چیه، مثلا بیوشیمی خیلی سخت بود، انگل خیلی سخت بود، ایمنی خیلی سخت بود، توی مقاطع بالاتر پزشکی هماتولوژی خیلی سخت بود. علوم آزمایشگاهی تماما ایناست. پس درس‌های بد دست و بد قلقی دارن. من صدام گرفت اصلا. نظرت میخوام. درس‌های بد دست و بد قلقی دارن و سختن این درس‌ها و حجمشون هم این درس‌ها بیشتر از رشته پزشکی. دیگه تو علوم آزمایشگاهی نمیای بخونی آقا این بیماری چی کار می‌کنه، درمانش چی و اینها، ولی همون مباحثی که داره مباحث بد دستی ان به اصطلاح. پس شما باید درس بخونی. اینجوری نیست بگی علوم آزمایشگاهی می‌خونم پس اینکه نمی‌خواد درس بخونم.
از زیر اومد. اینطوری نیست. حالا رشته علوم آزمایشگاهی، این از بس درس ها، 4 سال درس بس. میخونی، یک سال آخرم کار مرزی. آره خب 4 سال درس میخونید، بعد یک سال آخر کارورزیه، شما قاعدتا طرح دارید، حالا طرح سربازی دارید، میتونه امریه بگیری. اینا رو کامل هر کدوم من توی ویدیو جدا صحبت میکنم، امریه چیه، چجوری سربازی رو بپیچونی به قول معروف، اینا رو کامل خدمت تحصیم سابسکرایب کنید. من زمانی که وارد بازار کار میشید، شما با محل کارتون به عنوان آزمایشگاه آشنا میشید. محل کار شما فقط آزمایشگاهه. این خودش یه بدیه. چرا؟ چون یه بیمارستان اگه مثلا 200 تا پرستار بخواد، یه 20 تا پزشک میخواد، 10 تا 12 تا اتاق عمل میخواد، 7 8 تا هوشبر میخواد، 5 تا علوم آزمایشگاهی میخواد، چون هر بیمارستان یه دونه نهایتاً آزمایشگاه داره و استخدام این رشته کمه. از اون طرف حقوقش یه خورده از پرستاری و رشته‌های دیگه کمتره، رشته‌های همردش که میتونید برید. پس یه جمع‌بندی بکنم، مقایسه با همرده‌ها، رشته علوم آزمایشگاهی درآمدش و کارش کمتره ولی کارش تمیزتره، کارش راحت‌تره. چرا؟ چون بیمار نمیبینید، شما درگیر اورژانس و اینها نیستی، توی آزمایشگاه نشستی، هیچ کس رو نمیبینی، فقط نمونه رو میذارن میرن، با دستگاه کار میکنید، یعنی شما نمونه رو فقط میذاری توی دستگاه. حالا اگه با مدفوع اینا طرف باشی، بخوای کشتی انجام بدی، یه سری هودها وجود دارن که اصلا بوی اون به شما نمیرسه، یعنی انگار گله، جوری نیست که بگی آره این بدبو مثلا دوست ندارم و اینا، نه، اتفاقا رشته تمیزی محسوب میشه و کارش اوکازیونه، خستگی کار و فرسوده کار خیلی خیلی کمتره، جزء شیکترین شغلهای بیمارستان محسوب میشه، ولی میگم کارش و درآمدش کمتره. توی بحث ادامه تحصیل و مهاجرت، ببینید مهاجرت علوم آزمایشگاهی زیاد خوب نیست، ولی توی ادامه تحصیلش، توی رشته های ارشد و دکتراش فوق العاده خوبه. یه سری رشته ها هستن مثل اپیدمیولوژی، آناتومی، بیوشیمی، فیزیولوژی، اینا رشته هایی هستن که شما از همه رشته های علوم پزشکی میتونید بهش وارد بشی، چه بهداشت باشی، چه پزشک باشی، چه داروساز باشی، چه علوم آزمایشگاهی خونده باشی، چه پرستاری، از همه میتونید وارد بشی. ولی یه سری رشته اصلا مختص همون رشته است، مثلا پرستاری سالمند در پرستاری، کسی که علوم آزمایشگاهی نمیتونه به پرستاری سالمند بخونه. توی علوم آزمایشگاهی هم همینه، یک سری رشته هستن که مختص خود علوم آزمایشگاهی هستن، مثل هماتولوژی، مثل ژنتیک، اینها رشته های فوق العاده ای هستن. اینها هم برای کار، هم برای هیئت علمی شدن در دانشگاه ها و هم برای مهاجرت رشته های خیلی اوکازیونی هستن. ولی اینجا هم یه موردی هست، هماتولوژی که از همه بهتره، ورودش خیلی سخته، یعنی شما سهمیه نداشته باشی باید نهایتا دو رقمی باشه رتبه، مثلا میگن امسال فقط 20 نفر هماتو میگیریم، اینجوریه، ورودیش کمه، پذیرشش کمه، سخته، نمیشه آنچنان روش حساب کرد. پس مهاجرت علوم آزمایشگاهی در مقاطع بالاتر خوبه، اون مقاطع بالاتر هم خیلی سخته، نیازمند یه پزشکی درس خوندنه به قول معروف تا بخوای دکتره مثلا هماتولوژی تو بگیری. علوم آزمایشگاهی ها یک معضل بسیار بسیار بزرگ نسبت به رشته های دیگه دارن، اونم اینه که کد نظام پزشکی ندارند. من چند سال پیش درباره علوم آزمایشگاهی ویدیو ساختم، اینو مطرح کردم، گفتم دارن درستش میکنن، درستش نکردن تا این لحظه، همچنان اینها کد نظام ندارن. کد نظام نداشته باشی یعنی سلف ورکینگ نمیتونی انجام بدی، خودت نمیتونی بری کار بکنی. این یعنی چی؟ درآمد علوم آزمایشگاهی از کجاها ممکنه؟ استخدام در آزمایشگاه یا زدن آزمایشگاه. زدن آزمایشگاه فوق العاده پردرآمده. کسی که علوم آزمایشگاهی به تنهایی نمیتونه آزمایشگاه بزنه، سری شرایط خیلی سخت گذاشتن، باید چند تا رشته باشن از رشته‌های دکتراهای مختلف علوم آزمایشگاهی که بتونن با هم تیم بشن آزمایشگاه بزنن. ولی از اون طرف کسی که پاتولوژیسته میتونه بره آزمایشگاه بزنه. پس مشکل علوم آزمایشگاهی یا با پاتولوژیست‌ها میشه که از بزرگترین ایرادهای این رشته. پاتولوژیست کسیه که پزشکی خونده، بعد رفته تخصص پاتولوژی گرفته و علوم آزمایشگاهی سال‌هاست نسبت به این موضوع معترضن که چرا پاتولوژیست‌ها میتونن آزمایشگاه بزنن، ما نمیتونیم، ما این همه شرایطمون سخته. و بازار آزمایشگاه زدن تحت انحصار پاتولوژیست‌هاست در حال حاضر. پاتولوژی هم جز تخصص‌های خیلی خوب و سخت پزشکیه، خیلی اوکازیون محسوب میشه اون هم. خب درآمد چقدره؟ من عادت دارم عدد درآمدو میگم، الان که دارم با تو حرف میزنم حدودا 12 13 درآمد رشته علوم آزمایشگاهیه. بعد ببینید آزمایشگاه هم دو قسمتن، آزمایشگاه توی بیمارستان، آزمایشگاه بیرون. این جزء نکاتی که هیچ جا به تو نمیگن، اونایی که بیرونن حقوق کمتر میدن خصوصیات. چرا؟ چون اونا نظرشون اینه که بیان میکروبیولوژیست ها، کسی که رشته شون حالا یه رشته دیگه است ولی به قول معروف کار بالینشون هم ضعیف تره، بیایم اونا رو استخدام بکنیم، پول کمتر بهشون بدیم، با 6 7 تومن میان مثلا میکروبیولوژیست استخدام میکنن، از این کارا هم زیاد میکنن. اون آزمایشگاهی جزء رشته مافیاییه و یکم سخت توش روش کردن، اینا جزء ایراداشن، ولی بازم میگم فوق العاده اوکازیونه، فرسودگی شغلیش فوق العاده پایینه، میزان افسردگی دانشجویان و پرسنلش خیلی کمتر
بهتره نسبت به رشته‌های دیگه. خب خب درآمدی که گفتیم، مشکل اساسی با پاتولوژیست ها رو هم گفتیم، محل کار هم گفتیم، میمونه سه چیز. اینکه آیا مناسب خانم هست یا نه، نظر دانشجویان و نظر فارغ التحصیلان. ببینید من درباره هر معرفی رشته که اینجا صحبت میکنم میرم کامل کامل با فارغ التحصیلاش و دانشجوها مصاحبه میکنم و نظر هر کدوم به تفکیک میگم، دیگه تصمیم با خودتونه و درستم اصلا نظرها، یعنی بیاری بپرسین هم همینا رو بهتون میگن. رشته علوم آزمایشگاهی از نظر بحث خانم ها رشته فوق العاده خوبیه، یعنی در لول فرهنگیان رشته خوبیه برای خانم ها و خیلی خیلی من پیش اومده، مثلا خیلی خیلی بدشون میاد اینا رو بگیم ها، ولی بچه ها ما مخاطبینمون از تمام اقشار جامعه است و واقعا برای خیلی مهمه آیا رشته مناسب خانم ها است یا نه. من خودم بدم میاد از این موضوع، واسه همین اذیت کننده است گفتنش. ببینید من خیلی پیش اومده مثلا میان بهم میگن آقا دختر خوب تو بیمارستان مثلا از آزمایشگاه اگه باشه مثلا ما خیلی اوکی بریم بگیریم و این صحبت ها و اینکه ازدواج بکنیم. دخترهایی که در علوم آزمایشگاهی تحصیل میکنند یه جوری از نظر جامعه خیلی رشته امتریه و اینجوری بگم رشته مناسب خانم ها هست. پس از این بعد من توی ویدیو هام اگه بگم یه رشته مناسب خانم ها نیست یا هست، منظورم این قضیه است. خب خیلی خیلی واقعا ناراحت کننده گفتن این. حالا از نظر دانشجویان این رشته یه رشته‌ایه که سخته، لذت بخشه، پر از ادونچر و هیجان و تجربه است و خیلی امیدوارن به آینده و مخصوصا ادامه تحصیل. تقریبا همشون دوست دارن که ادامه تحصیل پیدا بکنن، ولی فارغ التحصیلان به شدت ناراضین. یعنی من فارغ التحصیل علوم آزمایشگاهی که راضی باشه تا به حال ندیدم، اصلا وجود نداره، فوق العاده ناراضین. اونم به خاطر همین بحث سخت بودن استخدام، بحث خود همون استخدام هم گیر سهمیه‌ای ها میاد، خودمونیم دیگه، بحث کم بودن درآمد و بحث مشکلشون با پاتولوژیست ها و ادامه تحصیل سختشون، از این بابت خیلی خیلی ناراضیان. من سعی میکنم همه نکات مثبت منفی رو بگم. انتخاب با شماست، برای انتخاب رشته کامل میتونم کمکتون بکنم، فقط کافیه به پیج یا سایت ما سر بزنید یا تلگرام، آدرس همه رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. پس یه جمع‌بندی بکنیم، علوم آزمایشگاهی خوباشو بگم، رشته‌ایه که بیشتر درس خوندن داره تا کار عملی و اینکه بری تو دل کار و اینها، رشته‌ای که فوق‌العاده تمیزه، فوق‌العاده اوکازیونه، شیکه، مناسب خانم هاست، فرسایشش خیلی کمه، دیرتر پیر میشی به قول معروف، ولی از اون جهت رشته‌ای که درآمدش یه دست کمتره نسبت به رشته‌های دیگه. مثلا توی پرستاری تو میتونی دو جا کار باشی، چند جا کار بکنی، لازمش کمتره چون فرصت شغلیش پایین‌تره. از اون طرف ادامه تحصیلش سخت‌تره، مشکل با پاتولوژیست‌ها دارن، کد نظام ندارن. این صحبت‌ها تا این لحظه است، ممکنه حالا کد نظام اینا درست بشه، مشکلاتشون حل بشه. همین، هر سالی داشتید کامل کامل در خدمتتون هستم. بقیه ویدیوها رو حتما ببینید، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.